بیشتر از 70 روز از آغاز قیام مردم ایران که به یک انقلاب مبدل شده میگذره. تو این مدت به غیر از اعتراضات مردم برای سرنگونی حکومت آخوندها در داخل کشور، در خارج از کشور هم ایرانیان با شرکت در تظاهرات های چند هزار نفره در کشورهای مختلف حمایت خودشون رو از مردم ایران و به گوش دولت مردان کشورهای غربی رسوندند. اما این روزها دوباره بحث تکراری و همیشگی اتحاد نیروها یا ائتلاف اونها مطرح میشه. اتحاد و ائتلاف با کی و با چه برنامه ای؟ از طرف دیگه هم فعالیت های علیه نیروی محوری شورای ملی مقاومت یعنی مجاهدین خلق در فضای مجازی انجام میشه که قصد کوبیدن این دشمن دیرینه آخوندها رو داره و تا حدیه که حتی میگن همه بدون مجاهدین. حذف مجاهدین از معادل سرنگونی یعنی چی؟ و انقلاب ایران چه تأثیری بر کشورهای همسایه خواهد داشت؟ برای پاسخ به این قبیل سوالات روز چهارشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده بودم تا به این سوالات بپردازیم. سلام میکنم خدمتون خانم دشتی، خیلی خوش آمدید و امیدوارم که حالتون خوب باشه. حال ما خیلی متفاوته خیلی این روزا. بله، سلام به شما خانم غفاری عزیز و سلام به شنوندگانتون در هر جای دنیا که هستن. روزای باشکوهی رو میگذرونیم، روزایی هستش که به هر حال هم تب و تابه، هم نگرانیه، انتظار، نگرانی، نه عصبانیت، خشم، و یعنی که چقدر بتونیم ما که خارج از ایران هستیم به مردممون کمک کنیم و صدای اونا باشیم، صداشون رو به دنیا برسونیم. در خدمتون هستم. خواهش میکنم. من سوال زیاد دارم ازتون خانم دشتی، خیلی سوال نوشتم اینجا، ولی اجازه بدید با یه بحث شروع کنیم که یکم نمیدونم انحرافی یا نه. حالا مطرح میکنم شما نظرتون به من بگین. الان که تو جریان انقلاب 1401 هستیم، داخل کشور هم که شما اشاره کردید یک فضای خودگذشتگی و فداکاری مردم داخل کشور رو میبینیم که هرچند سابقه فداکاری در ایران قدمت طولانی داره، ولی به این شکل در بین این جوانها خب بی سابقه است. 70 روز هم هست که در خیابونها هستن و با همدیگه هم اتحاد دارن، اون اتحادی که خیلی حرفشو میزنن. تو خارج کشور اونایی که اهل کار هستن و مسئولیتی که خودشون به دوش گرفتن اینه که صدای مردم داخل کشور باشن، توی تظاهرات چندین هزار نفره که برگزار میشه شرکت میکنن، بقیه رو هم به نوعی یا به نحوی به پیوستن به هر حال ترغیب میکنن. اما این وسط خانم دشتی یک عده انگشت شماری هستن بعد از 43 سال حکومت آخوندها یادشون اومده که باید ائتلاف کنن، باید اتحاد داشته باشن، با هم باشن، فلان فلان. آیا این اتحاد و ائتلافی که اینها این افراد ازش دم میزنن یک بحث انحرافیه؟ یعنی به قول معروف میخوان از آب گلالود ماهی بگیرن و از انقلابیون در داخل کشور به نحوی برای خودشون اعتبار کسب کنن، یا اینکه دلیل دیگری داره؟ خیلی سواله. اینو بگم، انتظار اینو نداشتم، چون به هر حال باید کمی این سوالو کمی چیز کرد. من فکر میکنم اگر که ما به گفتین 70 روز گذشته، اگر به همون 70 روز قبل برگردیم، دقیقا بگم 23 سپتامبر برگردیم، دو سه هفته قبلش، همه چیز یک رنگ دیگه ای داشت. تعریف از جامعه ایران، تعریف از نارضایتی توی ایران، تعریف از مشکلات مردم ایران، دو دیدگاه مختلف داشت. یک دیدگاهی که از مقاومت ایران و از سازمان مجاهدین می آمد بیرون، این دیدگاهی که این رژیم در کلیتش ضد بشره، باید سرنگون بشه، این دیدگاهی بود که از روز 3 خرداد داشته. اما با شناختی که از جامعه داشت، می گفت جامعه در حال انفجار هست و این انفجار هر لحظه ممکنه به وقوع بپیونده. این یک دیدگاه بود. دیدگاه دیگه هم که وجود داشت این که مردم ایران از انقلاب خسته شدن، کسی دیگه حاضر نیست دنبال انقلاب بره، مردم میخوان که با اصلاحات وضعیت رو درست کنن، مردم از اسلام خسته شدن، مردم یعنی یک خستگی، یک ناتوانی، یک یأس، بیشتر موج میزد که یکی بیاد ما رو نجات بده. قبلا هم خدمتتون عرض کردم، یعنی این یکی بیاد که اصلا ماها به عنوان انسان
انسانی که صاحب سرنوشت خودش میتونه باشه دخالتی در تعیین سرنوشت خودش نداره. خب این دوتا دیدگاه خودش رو و واقعا هم مقابل هم بودن، در تعارض بودن، چون این دوتا دیدگاه خود به خود پیش نیامده بود. این دوتا دیدگاه بخشیش از من همینجور که الان داره یادم میفته از روزهای اول انقلاب، یعنی منظورم پیروزی انقلاب ضد سلطنتی و حضور مجاهدین در جامعه ایران و حضور سازمان‌های مترقی چپ و مرزبندیشون با انحصار طلبی خمینی، از اونجا شروع میشه. سازمان مجاهدین در انتخابات مجلس مؤسسان که به اصطلاح قانون اساسی رو میخواستن رأی آری یا نه بدن برای تصویب قانون اساسی، به دو علت به این انتخابات رأی نمیده، یعنی تحریم میکنه انتخاباتو. یک، اصل پنجم قانون اساسی که اون موقع ولایت فقیه بود و لایحه قصاص. میگه به این دو علت، این ضد دموکراسی و ضد آزادی و ضد مردم خواهد بود. اون خطکشی از همونجا شروع شد. خب این خطکشی داستانهای خیلی زیادی داره. ما بارها و بارها دیدیم که خب این تعارض با دو حالت شروع شد. رژیم نتونست با تمامی کشتار، با تمامی فشارهایی که آورد توی سازمان مجاهدین انشعاب ایجاد کنه، اما متاسفانه در بین گروه‌هایی که نظریه سوسیالیستی داشتن رخنه کرد، انشعاب شد، گروه‌ها از هم پاشیده شدن و به اصطلاح شاخه انقلابی کمی موند. در گروه‌های ملی مذهبی اگر نگاه بکنیم، باز هم رژیم یا ترور کرد مثل دکتر سامی یا مثلا پیمان، این گروه‌هایی که به اصطلاح جنبش مسلمانان مبارز یا امت یا هر کدوم از اینا رو، یعنی از سال 67 دهه 60 گرد میشیم، بعد از اعدامای سال 67 تقریبا میتونیم بگیم که هیچ سازمان سیاسی به شکل فعال وجود نداره توی ایران و رژیم دست زد به قتلای زنجیره‌ای، یعنی انحصار طلبی رو به حد اعلی برسونه. حالا این قتلای زنجیره‌ای که هنوز مشخص نشده چند نفر از روشنفکرای ما، از نویسنده‌های ما کشته شدن یا حتی مثلا دستور سرنگون کردن اتوبوس و همه اینا رو دادن، ما به دهه 80 میرسیم. یعنی اون چیزی که منظورم اینه که رژیم میخواست ثابت کنه که هیچ اتفاقی نمیفته و با رئیس جمهور شدن خاتمی و قبلش هم بحث رفسنجانی، بله مردم اصلاحات میخوان و هیچ مشکلی ندارن، الان دو یه گل و بلبل شد و یک رأی دادن و خاتمی شد و حالا خاتمی گفتگوی تمدن‌ها رو شروع میکنه، در این حال که زیر پوست جامعه نابرابری، تبعیض و زن ستیزی رشد میکنه. با تمام این فیلم‌ها هیچ کدوم از اینا مؤثر نیست. هر روزی که خاتمی، فتنه خاتمی باید بگیم که چقدر این داستان اصلاح طلبی باعث خونریزی های بیشتر، فشار بیشتر روی مردم شد، هر چقدر بگیم کم گفتیم. بعد به هر حال میرسه به اون وضعیتی که خاتمی میخواد باز هم انحصار طلبی طرز فکر خمینی و دستگاه ولایت فقیه رو به یه شکل دیگه نشون بده، که خب دیگه سازمان مجاهدین از ایران بیرون اومده، یعنی هسته ساختمون اصلیش، چارچوب اصلیش بیرون اومده، توی عراق هست و قشنگ به خاطر نشون دادن حسن نیت به رژیم ضد بشری ولایت فقیه، اسم سازمان مجاهدین میره تو لیست. خب این تعارض بوده، خب بگم یه چیز تازه این نیستش که مثلا بگین که این میخواد مثلا چیز جدیدیه. من مجبورم این خلاصه رو بگم که برسیم به امروز. خب سازمان مجاهدین زیر بدترین فشارها، زیر بدترین تهمتها، اتهامها، و قرار گرفت از این که الان همه فراموش کردن، میگن مثلا میگن سازمان مجاهدین رفت به صدام کمک کرد و نمیدونم فلان، در این حال که سند هست دادستانی آبادان تمامی مجاهدینی که تو جبهه‌های جنگ برای مقابل صدام می‌جنگیدن رو اخراج کرد، اجازه نداد بهشون که بمونن. یعنی تا حتی و بعد از فتح خرمشهر گفت دلیلی نداره این جنگ ادامه پیدا کنه، چیزی که بعدن رفسنجانی گفت، چیزی که بعدن خیلی دیگه گفتن، ولی هنوز این اتهامات رو شما می‌بینید که زده میشه.
این منظورم این دو دیدگاهی که وجود داشته، یک دیدگاه انقلابی، یک دیدگاهی که تغییر میخواد، یک دیدگاهی که میخواد ایستایی داشته باشه و برای این ایستایی از همه امکاناتی که رژیم در اختیارشون میذاشته به شکلهای مختلف استفاده میکردن. من همین جوری واقعا داشتم این فکری که داشتم که دنبال مقاله رو داشتم مینوشتم در ارتباط با فشاره که روی سازمان مجاهدین اومده و به بعضی از اینایی که رنگ عوض کردن من میگم آفتاب پرست. نامه که اسم سازمان مجاهدین توی لیست بود، یک نامه ای نوشتن که خب الان میتونیم بگیم نایاک بودن که سازمان مجاهدین خیلی سازمان خطرناکی. البته این نامه به انگلیسی، من فقط دارم نگاه میکنم، اسامی رو براتون میخونم که کیا امضا کردن این نامه رو. چند تاشونو: پروفسور اروند آبراهامیان، علی انصاری، رضا اصلان. دیدینش رضا اصلان؟ بله. میگفتش که نایاک بده. مرزاد بروجردی، مرزاد بروجردی الان انقلابی شده و میگه باید تغییر صورت بگیره. چند تا خارجی هستن: فریده فرحی، دوخی فصیحیان، همین فرناز فصیحی است، هادی قائمی، فاطمه حقیقت جو که نماینده مجلس بود، جز به همین تیم خاتمی بود، بعد از 88 رفت آمریکا، الان اونجا هست و میگه بله باید سرنگونی صورت بگیره، رامین جهانبگلو، محسن کدیور، مهران کامروا و دیگه آزادی معاونی، اینا همه نایاکی هستن، تریتا پارسی، بقیه رو جیسون رضاییان، الهه شریفپور هیکس، هنوز مونده اون تو دستگاه خاتمی خامنه ای، رفته کم جلوتر یعنی عقبتر، و چند نفر دیگه. حالا اینا میان میگن که چی بگن؟ اینا همونایی بودن که موقعی که این رو می نویسن امضا میکنن که اسم سازمان مجاهدین رو از لیست در نیارین، یعنی این که اگر بکشینشون اشکال نداره، اگه از بین ببرینشون اشکال نداره. خب اینو کی میگه؟ این امضاها درست در راستای همون موشکایی بود که رو اشرف فرستاده شد، روی همون موشکایی بود که توی لیبرتی فرستاده شد، روی همون تهدیدایی هستش که صورت گرفته. حالا به این مسئله رسیدیم، تمام خطوطی رو که سازمان مجاهدین و مقاومت ایران میگفته داره به وقوع میپیونده، داره میگه بابا مردم انقلاب میخوان، اصلا نه که ما بگیم، دنیا داره بهش میگه انقلاب. حیران موندن که چرا مرگ نوجوان مردانه مهسا امینی باعث همچین، حالا تو ایران از یک طرف و تو خارج از کشور از یک طرف، همچین به اصطلاح جرقه‌ای رو زده و این همه احساسات دنیا رو برانگیخته. شاید احیای دوباره ارزش‌های انسانی بعد از چند دهه حکومت نیلیبرالیسمی که میگفتن و خیلی چیزای دیگه که فکر میکردن انسان‌ها تویی شده، یعنی بعد از، من فکر میکنم جنگ ویتنام و حمایت مردم از ویتنامی‌ها، برای اولین بار همچین موج گسترده‌ای از حمایت جهانی از زنای ایران دیده میشه. خب یه عده نباید از قافل عقب بمونن. نمیشه که مثلا بگه خارجی‌ها اینجوری دارن برای مردم ایران حمایت میکنن، یا مثلا یک گروهی مثل پینک فلوید میاد آهنگشو عوض میکنه، به جای بگه هی تیچرز میگه هی مولا گروتو گم کن برو، یا خیلی اتفاقایی که افتاده از فوتبالیست، از خواننده، از ورزشکار، تمام زانو زدن برای مردم ایران یا احترام گذاشتن. یک زیبایی که بله زن ایرانی خواستار یک تغییر بزرگ هست و این تغییر خودش داره به پیش میبره، اما این تغییر خود به خودی به وجود نمیاد. شعار زن زندگی آزادی در شعار بسیار زیباییه، اما شعاری نیست که به اون تحول، یعنی تحول باید بعد از سرنگونی صورت بگیره. حالا یه عده میان میگن که آره این شعار خیلی خوبیه، بازم از همون دستگاهی که دارم بهتون میگم، این دو دستگاه، ما باید از خشونت دوری کنیم. این در شعار رو استفاده میکنه، اما بهای شعار رو نمیخواد بپردازه. آخه آزادی چجوری میسر میشه با جمهوری اسلامی؟ یعنی 24 سال حکومت اصلاح طلبا توی ایران کافی نبود تا بفهمی اصلاح طلب کاری نمیتونه بکنه؟ تازه الان هم که هم خاتمی پیام داد، یعنی عبودیت خودشون رو به خامنه ای نشون دادن، هم دیگه کیو بگم، هم ظریف بالاترین سران اصلاح طلب
که گفتن خشونت پردیزی بده و اگر نکنید نمیدونم فروپاشی میشه، یه لغت هایی دوباره نامفهومی استفاده کرده. حالا اومدن میگن، من فقط برگردیم سر این سوالی که شما کردین، این فضای سیاسی ایرانه. فضای سیاسی ایران در داخل ایران، مردم تحول میخوان، مردم به کلیت جمهوری اسلامی از صدرش که خامنه ای هست به عنوان ولی فقیه تا هر امام جمعه ای که تو هر شهرستانی هست تا هر پاسداری که یا هر بسیجی که مردم رو میزنه، شعارا رو نشون میده. یعنی شعار دیگه نمیگن مرگ بر رئیس، میگن مرگ بر بسیجی، یعنی اون که سرکوب میکنه. میدونن که این دستگاه سرکوب از سپاه پاسدارانه که درست زیر دست خامنه ایه. خب دارن این شعار رو میدن، مرگ بر دیکتاتور، نمیدونم امسال سال خونه سید علی سرنگونه و همه اینا. میگه که نه نمیخوام. این بازم یه عده هستن که ممکنه، یعنی من میتونم بگم که راحت اینا تصویر درست و درک و دریافت درستی از وضعیت ایران ندارن. خب با ائتلاف، بازم میگم خودشون هم نمیدونن، یه موقع میگن ائتلاف، یه موقع میگن اتحاد. اتحاد الان ما اتحاد رو دیدیم که مثلا بین دو حزب دموکرات کردستان، دو شاخه مختلفش یک اتحادی صورت گرفت. اتحاد به مفهوم اینه که یک برنامه مشخص این دو حزب یا این دو جناح ارائه میدن و در کنار هم هیچ اختلافی بینشون نیست. یا بین دو گروه کمله، حالا نمیدونم راست یا چپش، دیروز یا پریروز بود یک اتحادی صورت گرفت که تبریک هم بهشون گفته شد. اینا دیگه مثلا دو تا برنامه ندارن، یک برنامه کار دارن. خب موقعی که میگیم ائتلاف، آیا این ائتلاف یک ائتلاف سیاسی هست؟ منظورم این که با برنامه سیاسی، آیا این افرادی که میگن ما میخوایم ائتلاف کنیم نماینده یک طرز تفکر سیاسی توی جامعه هستن، یا فقط به دلیل اینی که شناخته شده هستن میتونن ائتلاف داشته باشن؟ و این ائتلاف یعنی چی؟ بر سر چه موازی؟ آیا شما که میگین ما میخوایم ائتلاف کنیم، میخواین سرنگونی صورت بگیره؟ وسیله سرنگونیتون چیه و چه سازمان کاری یا چه تشکیلاتی برای این سرنگونی دارید؟ تو خارج از کشور آره میتونین را بندازین جمعیت، من اصلا خیلی هم عالی. ما رومون به ایران دیگه، شما برای میخواین چه کار کنین؟ خانم شیرین عبادی روی مصاحبهش من دیدم، البته کل مصاحبه رو ندیدم، گفته باید افراد از داخل ایران هم توی این باشن. افراد داخل ایران کی هستن؟ منظورتون لاریجانی هست که توی این بیان؟ چون که خامنه ای مثلا حذفش کرده، حالا شد فیگور انقلابی. یعنی تمام اصلاح طلب ها سابقه شون از خود تاجزاده که الان زندانه تا هر کدومشون رو بگی، اینا جزو سیستم سرکوب دهه 60 بودن، آدم کش بودن اینا، یعنی بازجو بودن، شکنجهگر بودن، از حجاریانش، از نمیدونم تاجزادش. تاجزادم که به زبون اشهد خودش گفتش که من از همه معذرت میخوام، جز از مجاهدی خاطر که کشته شدن، یعنی از داستان 67 اصلا من به گذشتش کار ندارم. اما موقع که میان این ائتلاف که میگین، ائتلاف با فرده، ائتلاف با برنامه هست، سر چی میخواین ائتلاف کنین؟ مثلا این که آقا دو تا حزب، حتما شما دیگه کشوری پیشرفته که حزب اکثریت آرا رو نمیاره، برای اینکه بتونه با احزاب نزدیک خودش یک ائتلافی صورت میدن. این ائتلاف مثلا میگه سر بودجه آموزش پرورشه، یا سر نمیدونم بودجه نظامیه، یا سر نمیدونم بودجه پلیسه، سر بقیه چیزا ما برنامه خودمون داریم. این میشه ائتلاف که بیشترین ائتلافش مثلا سر بودجه است و برنامه‌هایی که این بودجه تخصیص میده برای پیشبرد کاراشو. من نمیفهمم، یعنی فقط کنار هم وایسیم عکس دست جمعی بگیریم میشه ائتلاف؟ اسمشو بذاریم از این مثل گیلاق و قشلاق از شورای گذار بریم نمیدونم تو شورای چی بود اسمشون؟ فرشگرد؟ نه اون فرشگرد، از فرشگرد بریم ققنوس، از ققنوس بریم ایران، این پیمان نوین دوباره برگردیم مثل تابستون و زمستون کنیم. این که نمیشه که. یا اینکه مثلا توییت بزنیم ایران رو پس میگیرید. با کدوم، با چی پس میگیرید؟ شما چه کار هستین که اونجا نشستی پس؟ یعنی عدم مسئولیت پذیری در مقابل یک دیو بنیادگرایی خودشون نشون میده. نه عکس دست جمعی نمیخواد ایران، بابا میخواین سرنگون کنین. مردم گفتن سرنگونی دیگه، حالا شما میگین براندازی یا هر چی. دیدیم که یکی از علت به اصطلاح
اینی که این قیام تا الان سر پا هست نتونسته سرکوبش کنه چند تا دلیل مختلف داره دیگه. یعنی اینا رو من فکر میکنم مثلا چون رژیم برای سرکوب خیلی قدم برداشته. شما نگاه کنید سرکوب 30,000 نفر ما داریم توی ایران از شمال تا جنوب از شرق تا غرب، اومد مثلا توی با ترور و گاز اشکاور رو نمیدونم کتک و فلان اینا خواست که سرکوب کنه، باز نتونست. بین مردم خواست اختلاف بندازه، نتونست. یک کاری که دیگه کرد که شبیه سوریه بود، یک شوک ترس رو به جامعه وارد کنه، یک شوک وحشتناکی، کشتار توی زاهدان از مرکز دوره. وحشتناکی آدم اینجوری تصور کنه که احساس کنه که مثلا این صورت حسابی که جون مردم زاهدان کمتر از جون تهرانی یا برای مردم ارزش داره. نه، همچی پاسخی رو نگرفته. بره کردستان رو بزنه. دور از مرکز. یعنی شوکی که ترس اگر بلندشین اینجوری میزنه بهتون. هیدر هیدر کنان و الله اکبر گویان نفراتتون رگبار رو بندن روی مردم. ما با همچین رژیمی طرفیم. میخوای چه کار کنی باش؟ همشون که میگن میخوایم سرنگون کنیم. چه کار میخوایم سرنگون به هر میگم که عکس دست جمعی گرفتن خوبه. زیرش هم یه خاطره برای آن روز. تاریخ هم بزنی. اما برنامه چی؟ کی هست؟ نفر میدونت کیه؟ همین میگم اون زنگوله رو آخری که سرکی باید بندازی گردن گربه. داستان عبید زاکانی رو حتما شنیدین که یه گربه‌ای بود صد تا موش میگرفت. بگین برامون. آره گفتم که یه گربه‌ای بود، الان شعرش هنوز یادم نمیاد چیز گفتم، به هر حال این گربه میاد و میگیره، ما نمیفهمیم. اگر بتونیم یک موشا جمع شدن بعد از که نمیدونم کلی حرف زدن و فلان و اینا نظر سر جیو اتحاد و ائتلاف و خیلی از این نظرسنجی بسیار قابل اعتماد و اینا که تاریخ به اصطلاح مصرفش 2 ماه هم نمیشه، گفتن آخر سر این نتیجه سن های کی این زنگوله رو بندازه گردن گربه. گفتن این زنگوله رو بندازیم گردن گربه، موقعی که رد میشه صداش میاد ما میفهمیم قایم میشیم. بعد گفتن آخر سر کی زنگوله رو بندازه گردن گربه؟ داستان اینه، کی قرار این زنگوله رو بندازه گردن گربه که موقعی که 100 تا 100 تا میخورده حالا 10 تا 10 تا بخوره؟ بحث اینه. یعنی اگر که به سرنگونی معتقد هستیم، میگم این لغت‌ها تعریف داریم، موقعی که میگه ائتلاف، ائتلاف سر چی می‌خوایم بکنیم؟ برنامه‌تون چیه؟ چی نقشش چیه؟ چون مثلا موقعی که میگه ائتلاف، اون حزبی که اکثریت رو آورده اون میشه نخست وزیر. درسته. یعنی یک نفر مشخص باید باشه. تازه همه این کارا رو هم بکنین، برید سرنگون بکنین، حرف نزنین، چوب لای چرخ مردم نندازین، امید واهی ندیم به مردم. که روی اینترنت تبلیغ کنین ائتلاف ائتلاف، تو رو خدا ائتلاف. شاهزاده اگه نیای فردا نمیدونم چی میشه، یه روز دیرتر بدتر. آقا اون که داره فوتبالش رو نگاه میکنه، برداشته گفته که فوتبالیستای عزیز نمیدونم چیکار کنین، از این فرصت استفاده کنین. اونم که استفاده کردن. این طارمیش گفتش که برای من مهم نیست، من تو الالعبد برای جمهوری اسلامی دارم فوتبال بازی میکنم. خب می‌بینیم مردم رو به سخره گرفتن این کاری هستش که رضا پهلوی به نظر من بسیار توش استاد هست، بسیار توش استاده. تقریبا 25 سال همینجوری داره، حالا موقع که توییت نبود ولی داره پیامای گرد بدون اینکه کی مسئوله، کی مشکل رو میتونه حل کنه. خود یه مدت که میگه بابا خیلی توقعتون زیاده، خودتون برین حل کنین. خب حالا بر اساس همون نظرسنجی هم که گفتن، ایشون ممکنه خیلی اقبال داشته باشن چون اصلا اون چیز نیست، ولی این نظرسنجی که من خدمتون عرض کردم، این نظرسنجی گمان بود که فروردین بله امسال بیرون اومد، 9 ماه پیش اومد. یکی از چیزاش نوشته بود که من فقط چند موردش رو دارم میخونم که از نظر سیاسی برای ایجاد تغییرات سیاسی در شرایط امروز ایران خلاصه است. من از روی خود به اصطلاح صفحه اینا برداشتم، دارم درست این همون جملات رو میخونم. حدود 65% جامعه موافق اعتصابات سراسری، 65% موافق کمپین های اعتراضی در شبکه های اجتماعی، 65% بشنن تو خونه شون مبارزه کنن. یعنی ببینین این چقدر از نظر یعنی عدم شناخت جامعه، یعنی تو خونه تو چجوری میتونی مبارزه کنی؟ اونم برای سرنگونی. 50% موافق تظاهرات اعتراضات خیابانی هستند.
19% موافق با مبارزه مسلحانه هستند. 68% مخالف این روش هستند. الان بعد از 2 ماه و نیم یا 70 روز که گفتیم حالا از این قیام گذشته، اعتراف به این که دفاع مشروع و جواب به سرکوب تنها راه پایداریه بر همه مردم مشخص شد. حتی اونی که میخواست ادای گاندی رو در بیاره نمیتونه، یادش نمیتونه، یعنی نمیتونه فراموش کنه که گاندی گفت من مخالف خشونت هستم، اما در مقابل کسی که ظلم داره بهت میکنه و داره بهت خشونت روا میکنه و داره کتر کتک میزنه جواب ندی، این تسلیم ذلیلانه هست. یا اونا که جرأت نداشتن اسم نلسون ماندلا رو بیارن، درسته، همش میگفتن گاندی. گاندی هم میگفت که بابا وایسین، حالا داری چی میگی؟ چجوریه که این اعداد بعد از 2 ماه، یعنی اصلا هیچ کدومش موضوعیت نداره؟ پس شما شناختی از اون جامعه نداشتی. یا اون کسایی که بهت میگفتن زمینه آماری تو، نمیدونم کیا بودن، درون رژیم بوده حتما، نمیتونه اینقدر تغییر کنه جامعه در عرض 9 ماه، واقعا 6 ماه، درسته، اصلا همچی تغییر، جز اینکه جامعه اون پتانسیل انقلابی رو داشته، منتظر یک جرقه بوده. البته خب همه میگفتن که پاندمی کرونا تاثیر گذاشته بعد از 98. یک زیبایی که من واقعا اینو یادم نره بگم، حتما من تصور میکردم که این میگفتن انقلاب گرسنگان یا مثلا فرودستان میان تو خیابون انقلاب میکنن یا به خاطر نون میان انقلاب میکنن. این اشتباه بزرگی بود، من به خودم دارم میگم. چون الان میبینم فریاد مردم آزادیه، آزادی، 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 و این همون آرزویی هستش که انقلاب مشروطیت روش پا گرفت، همون آرزویی است که مصدق براش مبارزه کرد و کودتا کردن علیهش، همون آرزویی که ما سال 57 داشتیم برای که به دموکراسی آزادی برسیم. با وجود تفاوت سنی که هست خانم غفاری بین من و نسل جوانی که بلند شده، احساس میکنم ما یک نسلیم، نسل آزادی خواه، نسلی که ادامه داشته، نسلی که همینجور زنجیروار تا به هدفش، تا به همون آزادی نرسه از پا نمیشینه. و اینو حالا نمیدونم کی بشه، ولی روزای بسیار زیبایی رو ما خواهیم دید، پردرد حتماً، چون از شقاوتی که از رژیم میبینیم هیچ بعید نیست. اما مردم فهمیدن که باید بها داد، باید وایستاد. کارایی که قبلا در تصور کسی نمیگنجید، اینا رهبر ندارن اصلا. یک چیزایی که اینقدر، من با یه خبرنگار خارجی داشتم صحبت میکردم، گفتش که این زنجیره شعارا رو از من پرسید، دستگیری ها رو از من پرسید. بعد خودش میگفتش که خب حتما باید یه رهبری باشه، مگه میشه 30,000 نفر رو دستگیر کنن و ادامه داشته باشه؟ ادامه این یعنی یک به اصطلاح رهبری مثل مویرگ توی رگای شهرها جریان داره. اون دستگیری که کرده، فکر کرده با این دستگیری میتونه سر به اصطلاح خفه کنه. رهبری که به فرد نیست، به پیش بردن خطه. پیش بردن خط مقابل رژیم وایسادنه. پیش بردن خط شعار یکسان از شمال ایران تا جنوب ایرانه، از شرق ایران تا غرب ایرانه. داشتن رهبری اینی که اسیر به اصطلاح واو نشی. آی گفتن تجزیه طلب، نه ما تجزیه طلب نیستیم. از سقز، روزایی که من زاهدان رو قتل عام کردن 2 هفته پشت سر هم، من دیدم که کسایی هستن از سقز دارن خون میدن برای زاهدان. بله. زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران، به اصطلاح بر تمام این مزخرفاتی که سر تجزیه بود و هنوزم کمابیش میگن، از طرف خود رژیمم بیرون میاد، مهر زد. من میگم شباهت حرفایی که رژیم میزنه، یعنی یک ورقه رو ازش بکنی راجب تجزیه، راجب خشونت، با حرف بعضی از اونایی که خودشون رو، خب البته این اپوزیسیون هستن مشخصه، چون اپوزیسیون بارها خدمتون تعریف کردیم که
در درون سیستم هستن. درست. مقاومت بیرون از سیستمه. شما خودتون اپوزیسیون میدونین، بله اپوزیسیونی کسی هستین که یک مشروعیتی بهش دادین دیگه، از توش هم بیان آدما بیرون، برین تو با هم، بازم میگم عکس یادگاری بگیرین، نمیدونم تا چقدر دوام داشته باشه، سعی کنین که تپش جنبش رو بگیرین، اونم نمیدونم چقدر موفق خواهند بود، چون سرکوبی که رژیم میکنه خون بیشتری تو رگای جنبش وارد میکنه. به این افرادی که با هم عکس میگیرن، حالا اینایی که عکس گرفتن خب مشخصه کی هستن و ممکنه کسان دیگری هم باشن پشت پرده و اونا هم باشن و ما نمیشناسیم اونا رو، واقعا نمیدونیم کی هستن، ولی تک تک اگه به سابقه این افراد نگاه بکنیم توی این 43 سال گذشته، همونجور که شما هم گفتی، فقط شعار دادن دیگه، هیچ نه راه عملی برای مبارزه داشتن، نه سنگی از جلوی مردم ایران برداشتن، بلکه بیشتر سنگ اندازی کردن، سد گذاشتن جلوی راه مردم، به خصوص رضا پهلوی که شما هم اشاره کردید. ولی من احساس میکنم خانم دشتی یک دلیل دیگری داره که این افراد اینقدر با عجله، مثلا همین هفته گذشته از روزی که اعتراضات در ایران شروع شد و بعد که شعله ور شد، بعد از 13 روز 14 روز که گذشت، یک عجله به خصوصی تو کار اینها میبینی که حتما باید سریع ما ائتلاف را بندازیم، حتما باید با هم اتحاد کنیم، مبادا کسی دیگری از ما پیشی بگیره. آیا برداشت من در واقع درسته؟ نه، من فکر میکنم، من نمیدونم، یعنی باید روش فکر کرد، اینی که همون میگم ما در خلأ که زندگی نمی کنیم. درسته، در یک فضای، اون چیزی که تو خارج از کشور هستیم، ما باید صدای مردم ایران باشیم، اون چیزی که مردم ایران میخوان ما بدیم، اگر که اون رو نخوان، یعنی اون چیزی رو که میخوان ارائه کنن خواست مردم نباشه، کمایی که دیدیم متاسفانه بارها و بارها در مثلا مقاطع بسیار حساسی بارها صورت گرفته که با همین به اصطلاح چیز میخوان سرعت انقلاب رو بگیرن. من نمیدونم که هدفشون چی. اگه واقعا هدفشون سرنگونیه، همونجور که گفتم، واقعا باید برن سرنگون کنن. یعنی آرزوی همه هست که هر چقدر زودتر این صورت بگیره، دستگاهشو داشته باشین، اما از جیب مردم چیزی نپردازین، قولی به کسی ندیم، معامله نکنیم سرنوشت مردم ایرانو، کما این که ما دیدیم کردن، یا مثل خمینی بیاین بگین خودعه کردن، تو گفتی زنها آزادن، میتونن حجاب داشته باشن، گروهای فلان آزاد هستن، اولین قراردادش رو با آمریکا بست، اسلحه آمریکا رو گرفت برای سرکوب چیز، اینا رو که ما دیدیم تازه دوره خود خمینی. بله. همین آقای کروبی در اسپانیا با نماینده ریگان ملاقات داشت برای آزادی گروگانا، که مثلا دوره کارتر آزاد نشن، دوره ریگان آزاد بشن، که ریگان بشه قهرمان. خب اینا که همیشه ملاقات داشتن، همیشه، یعنی از جیب مردم هیچی ندین، وایسین مبارزه کنین، چیزی نبخشین. ایران مال مردم ایرانه، هر چقدر که رژیم دزدیده بسته دیگه، هر چقدر که از سرمایه های مردم ایران رفته بسته دیگه، اینکه برگردین نما قول میدیم اینجوری، به هیچ قولی مردم ایران اجازه نخواهند داد به کسی که از طرفشون بجز سرنگونی، بجز مسئله سرنگونی، کسی حرفی بزنه. بقیه حرفا صندوق رأی تعیین میکنه. نه هیچ ارتباط سیاسی، نه هیچ قانونی، نه هیچ چیزی که بزنه. صندوق رأی بعد از سرنگونی تعیین کننده سرنوشت مردم ایرانه. شما نمیتونی پشت درای بسته بشینی بگی که ما این حرفو زدیم، نمیتونیم الان بگیم. چی که نمیتونین بگین؟ چرا شفاف نیستین با مردم؟ واقعا نه، ما نمیتونیم بگیم. شما صبر داشته باشین. چه صبری داشته باشین؟ روزانه دارن روزی حداقل 15 نفر تو ایران کشته میشن. سرگرمی که نیست، مبارزه است. خب من فکر میکنم که با همین احوال، یک فضای خارج از کشور متاسفانه، درست که رژیم سعی میکنه اینجا هم نفوذ کنه، ولی خیلی خیلی عقبتر از ایرانه. اون فضای انقلابی که توی ایران هست توی خارج از کشور نیست. بله، واقعیتیه. یه خارج از کشور سهم خواهیه، جلو زدنه، خود نشون دادنه، منم منمه. خب اینجوری نمیشه، چون ما پرچممون بزرگتره پس بیشتر هوادار داریم.
درسته. ما میریم نمیدونم به جای اینکه بگیم فلان این پرچمه رو میبریم عکسش هم کنار رو نمیدونم چیز کاویانی میذاریم، چی بهش میگن؟ درفش کاویانی. درفش کاویانی میاریم. آخه این کارا یعنی چی؟ مردم ایران دارن مقابل پاسدارا میجنگن، مگه جنگ پرچم دارن؟ خب چرا نازل میکنین بحثو؟ بعدم اگر کسی خواست مقابلتون حرف بزنه با یک برخوردهای بسیار نازل، نمیدونم بگم اوباش بگم، نمیدونم واقعا لومپنیزم وحشتناک، بخواین برخورد کنین، کتک بزنین مردمو. چرا شعار میدی؟ خب شما به قدرت نرسیدین، اگه به قدرت برسی چی کار میکنی؟ حالا در کنار همه اینا خانم دشتی، یک به نظر میرسه که البته خب علیه مجاهدین و علیه مقاومت ایران بسیار فعالیت شده، رژیم هم همیشه منشأ و منبع این مخالفت ها و تهدید ها و حملات بوده، ولی در جریان انقلاب 1401 به نظر میاد که در یک کره هماهنگ برای حذف سازمان مجاهدین خلق از این معادله سرنگونی فعالیت زیادتری به چشم میخوره و حتی من شنیدم که میگن همه به غیر از مجاهدین، که این اصلا با اصل و اصول دموکراسی متغایر که چی، اصلا دشمنیه. البته مجاهدین رو خب نمیشه حذف کرد، ثابت هم شده، خمینی خیلی سعی کرد، خامنه‌ای خیلی سعی کرد، آمریکا خیلی سعی کرد، ولی سوالم این است که خانم دشتی، حذف سازمان مجاهدین خلق از معادله سرنگونی رژیم آخوندها از ایران یعنی چی؟ یعنی سرنگون نشدن، یعنی ادامه همین، یعنی ادامه بحثی که ببینین بحث لومپنیز که میکنیم، بحث فوش دادن که میکنیم، یک تصوری هستش که اینا خودجوشن، حرف خودشونو میزنن، ولی تاریخ هم یه چیز دیگه نشون داده. توی اسپانیا همینا بودن میرفتن مردم میزدن نفرای فرانکو، توی دوره پینوشه همین لات و لومپنا را استخدام کرده بود به عنوان مثلا هوادارایی که عاشق ضد سوسیالیسم هستن. خواهم شبون بیمخواه خودمون دیگه داشتیم، نمونش بریم. خب من حالا دیگه برسیم به همون شبون بیمخواه. الان من میگم اون شبون بیمخواه رو شما میتونین توی جریان های مداهی ببینین. اون فرهنگ لومپنیسمی که مداها دارن، تیپ حرف زدن، برخورد کردن، اسلحه کشیدن تو خیابونا روی مردم، مگه ندیدین عکساشون رو چند دفعه؟ همون فرهنگ رو توی خارج از کشور ایجاد کردن. همین که بهتون گفتم صف اول وایسادن و سخت خواهیه، نه اینکه فدا کنیم. مجاهدین کم اتهام بهشون زده نشده، اما حقانیت یه بحث دیگه ای هست. شما هم میخواین بگین سیاه نمایی کنین، فوش بدین، مثلا تفاوت تریتا پارسی با رائفی پور چیه؟ یا تفاوت چی براتون بگم، یا از این اسمایی که مثلا حالا اون سلطنت طلبی که به اسم سلطنت طلب داره فوش میده با فرید مدرسی چیه؟ یا با اون پاسداری که تو خیابون مجاهدین رو میزنه یا حکم مرگشون رو صادر میکنه؟ سازمان مجاهدین من فکر میکنم یک هفته پیش بود آمارش رو ندید، یعنی نمیتونم الان بگم دقیق، ولی عکس حداقل 10 یا 15 نفر از بچهای کانونای شورشور که سال 98 شهید شده بودن رو نشون داد. بله. و گفتن خیلی بیشتر از این هستن، به خاطر خیلی مسائل فعلا اسامیشون اعلام نمی‌کنن. بابا جون میده برای مردمش. طلبکار مردمش نیست، خدمتگزار مردمشه. قدرت نمیخواد، قدرت رو برای مردم میخواد. خب حالا شما میخواین این ازش بگیرین؟ نمیتونین. مردم از کسی نمیتونین بگیرین. الانم شما به لطف همون خونه های ریخته شده هست تو کف خیابونین، وگرنه تا 23 سپتامبر نگاه کنن صفحه های اینستاگرامتون رو یا همون فضای مجازی که بیشتری پوشا رو میدین، داشتین تبلیغ سفر به ایران رو میکردین، کارت خارج از کشور چجوری ما بگیریم، نمیدونم خونه چجوری بخریم، چجوری بتونیم ویزای کشورهای مختلف رو بگیریم، آشپزی کنیم، بریم همینجوری نگاه کنین افراد مشخصشون رو. بله. همشون با سفارت در ارتباط بودن. خودش میگه، میگه من با سفارت در ارتباط بودم، الان سفارت زنگ زده منو تهدید کرده، نمیدونم چیکار کنم، من میرم ایرانو میام، الان شده صفحه اول. اینا رو که ما میگیم که نمیدونم، مثلا من دارم میگم این کشف نیستش که، اینا رو صفحه مجازی هست، خودشون رو نشون میدن. جا
چجوری میشه که شما شب میخوابی صبح انقلابی میشی؟ ای درود بر شما. اما اگر صف خودت رو از صف مردم جدا کنی، میری جبهه دشمن. بار اول نیست، میگم توی اسپانیا اتفاق افتاده، توی شیلی اتفاق افتاده، شبون بیمخار هم ما داشتیم، اما مردم حسابشون رو صاف کردن. مجاهدین برای مردم بایستادن، نه برای قدرت. حالا هر کرچی میخواد بگه. خدمتتون بگم که من داشتم یه، یعنی در حال نوشتن یه مقاله هستم، وقتی که اولین خودم مثلا احساس کردم یه کشفیه من دارم میکنم، که سازمان مجاهدین که تأسیس میشه یک جمله داره که در به ظاهر خیلی آسون و راحت و نمیدونم پیش پا افتاده میرسه، که محمد حنیف نژاد میگه که مرز ما با وجود که مسلمان هستن، اعتقاد دارن حتی آیه ای از قرآن روی علامت یا روی پرچم سازمان، روی آرم سازمان آرمش هست. بله. میگه به اصطلاح مرز بین با خدا و بی خدا نیست، مرز ما بین استثمار کننده استثمار شونده است. من به خودم گفتم هسته یک حکومت سکولار یا یک سازمان سکولار، یعنی جدایی دین، عدم دخالت دین توی امور سیاسی رو من اونجا دیدم. برات مهم نیست که چه دینی داشته باشی، این مرز نیست، مرز خودشو مشخص میکنه. حالا شما میگین ائتلاف، کدوم یکی از اینا مشخص شده توی این داستانهای ائتلاف یا اعلام مواضع سیاسی؟ کلی گویی آره، من سرنگونی میخوام. خب آره، خیلی خوب، وسیله چیه؟ سازمان کار چیه؟ کیا هستن؟ آخه توی این چند سال ما چند بار دیدیم هی این سازمان ها مثل یاخته و سلول به هم وصل شدن، بعد پخش شدن، هی وقت شدن به هم از هم پخش شدن. نکنید این کارا رو با مردم. بزرگترین دخمی که خمینی زد و خامنه ای زد، شاید من بارها گفتم در حد سرکوبش بود، ایجاد توهم بود. ما چند نفر از این صادراتی ها رو دیدیم که آمدن و برای توی به عنوان نفر مخالف و دستگاه و حرف خمینی رو زدن، حرف خامنه ای رو زدن. همین الان کدیبه رو گفتم، مگه 88 نیومد بیرون؟ بله. فاطمه حقیقت جو، مگه اینا 88 نیومدن بیرون؟ چی شد که رفتن زیر سند اعدام سازمان مجاهد، اعضای سازمان مجاهدین رو دوباره امضا کردن؟ درست این 67. خب تاریخ که نمیتونی شما فراموش کنی. حالا امامت انقلابی شدی، خانم حقیقت جو میگه مردم ایران براندازی میخوان. این براندازی هم لغت خیلی جالبیه، چون گرده، مسئولیت پذیری نداره. یه نداره، درسته. خب بفرمو سرنگونی، بعد مجبور میشی جواب بدی. یه لغت فروپاشی. آقا فروپاشی موریانه نیست که خودش به هم بریزه پایین که. یعنی واقعا همه چی رو مفهومش میخوای توهی کنیم، ولی نمیتونین، چون اگر در مقابل سرکوب، اگر در مقابل اون چیزی که مردم بهش نگفتن و مقابلش وایستادن، شما هم بری کنار دست مردم وایستی و یک روز، حتی یک روز سرنگونی رو زودتر به انجام برسونی، آرزوی ماست. حداقل خودت، هیچ کس جلو شما رو نه. اونجا که گفتم این افراد به نظر میرسه که عجله دارن برای رسیدن به چیزی که بقیه نیان و مقول معروف بزنن و ببرن، فکر میکنم همینه که میخوان بیان جلو و قاب این اعتراضات و این قیام رو بزنن، این انقلاب رو. مبادا به دست مجاهدین بیفته. من احساس میکنم اینجوریه، یعنی حالت رقابت که نمیشه گفتش. خب برای رقابت کار میکنی رو خودت که بزرگتر بشی و با تجربه تر بشی و ارزشت بالاتر بره، ولی یک دشمنی مریض مانندیم، من فکر میکنم اینجوری هست. نه، من خدمتتون عرض کردم، من اینا رو اتفاقی نمیبینم خانم غفاری. یعنی تاریخ به ما نشون داده که به خصوص در ارتباط با سازمان مجاهدین از یک طرف و در مقابلش به حکومت ضد بشری ولایت فقیه هیچی اتفاقی نیست. رژیم خیلی پیچیده عمل میکنه، یعنی یه کارایی میکنه که آدم فکر میکنه که مثلا خانومی چون که لباس مثلا اوریان پوشیده و لباسش کمتره و موهاش آشناتیستره، خب نمیتونه حرفای رژیم رو بزنه. ولی بچه ها
میگفتن که نمیدونم یه خانومه اومده روی من، اتفاقا دیدم ولی نتونستم نگاه کنم، که از اونایی است که آرایش یاد میده و مو درست کنن و چه مدلی باشی، داره موهاشو درست میکنه و داره صورتشو درست میکنه. من میخوام راجع به مجاهدین حرف بزنم امروز. بعد در حال آرایش مو، آرایش صورت، یه نیم ساعت روایت رژیم رو از مجاهدین تعریف میکنه. به نظر شما این اتفاقیه؟ نه نه، من که خب میگم که واقعا دم مجاهدین گرم. رژیم دیگه مجبور تمامیه به اصطلاح سرمایه‌ش تمامیه کیسه رو باید خالی کنه دیگه، پرستو یا هر چی شو رو کنه، چه مردش چه زنش، و فاشاشو بیاره بیرون. آخه تو چه کار داری؟ تا میگم که تا روز 23 سپتامبر، همین سپتامبری که الان 70 روز پیش، بله تو سیاسی نبوده. چی شد؟ حالا دمتون گرم آمدین. نمیتونی به بقیه بگین نه، این که تنها مرزبندی که توی خارج از کشور و صدای مردم ایران بحثی است که ما رو به آینده داریم. ما یک جمهوری میخوایم، یک جمهوری که مردم تعیین کنن سرنوشت خودشون رو. خب این از یک شعار، توی یک شعار خودشو نشون میده، میگه مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. خب اگر که این شفافیت رو شما بر نمیتابی، میگین ما دوباره بریم زیر بار استبداد، خب مشکل شماست. ما میگیم که نمیخوایم ستمگر دیگه، یک جمهوری میخوایم. چرا به شما بر میخوره؟ یعنی میخوایم دستگاه ساواک یا دستگاه نمیدونم اعدام یا شکنجه های اونا رو انکار کنیم؟ اون دورانو ساواک که نمیتونین انکار کنیم، شکنجه رو که نمیتونین انکار کنیم. هنوز اونایی که شکنده شدن آثارش کف پاشون هست و زنده هستن هنوز. آره، شما ممکنه یک بچه‌ای که من نمی‌فهمم، هیچ کس رو نمیتونین گول بزنین، فقط خودتون رو، به خاطر اینکه جوانایی که تو خارج از کشور بزرگ شدن، آزادی به مفهوم آزادی عقیده، آزادی ابراز نظر، نه فقط آزادی لباس پوشیدن رو دیدن، میفهمن. بهشون بگی بابا ما یه ساواکی داشتیم که من موقعی که پسر خالم اعدام شد، با وجود که مدرسه می رفتم، صدام زدن، گفتن تو اجازه نداری بگی پسر خالت اعدام شده. تا بعد از انقلاب ما نمی دونستیم کجا خاک شده، ما نمی دونستیم که زیر شکنجه کشته شده و گفتن اعدام شده. خب این چه تفاوتی می کنه با الان که جنازه ها رو می دوزن و بهشون نمیگن که جای قبرشون کجاست؟ فقط تعدادش بیشتر شده. تعدادش بیشتر شده. چه فرقی میکنه که شما گفتی حزب فقط حزب الله، شاه گفت حزب فقط رستاخیز، هر کیم دوست نداره بره. کمیت رو میشه راجبش بحث کرد، ولی یه آزادی های اجتماعی بود، من میتونستم هر جور دلم خواست لباس بپوشم، فقط همین. ولی روزنامه آزاد بود، آزادی بیان بود، کسی میتونست مقاله بنویسه، کسی میتونست حزب تشکیل بده. دو تا حزب وابسته هم که داشتی که هی نمایشی نمایشی بود، هر سال دوتا رو کردی، نه ما حزب نمیخوایم، فقط حزب رستاخیز. آخه اینا رو باید جواب بدیم به مردم، خیلی ازش نگذشته. بعد بیاین روایتی درست کنیم. این کار دیکتاتوریه دیگه، تاریخ مال خودشه. مثلا این کار که خمینی داره میکنه الان، این خامنه ای بیاد کاشانی و نمیدونم ناطق، میگم ناطق نوری رو قهرمان جلوه بده، مصدق و زشت. جالبی قضیه اینه که خیلی نکته جالبیه، الان که خامنه ای تو مخمصه افتاده، یه دفعه یاد مصدق افتاده. تا پریروز، یا پریروز منظورم همیشه امت اسلام بود و نمیدونم جامعه مسلمین، حالا یادش اومده ایران و ملت و مصدق. بابا چی باور میکنه تو رو؟ حالا کودتای فلان بر علیه مصدق، شما که اصلا قبول نداشتی اینو. خمینی و پاشانی بر علیه مصدق بودن. بله. خب این تاریخ شما هر چقدر بخوای بچرخونیش، ولی ساواک تاریخ تشکیل داره، همون جور که ساواما داره، همون جور که حزب فقط حزب الله خمینی داشت و حزب فقط رستاخیز شاه. آقا دموکراسی مردم میخوان، مردم نه دنبال، اتفاقا بر اساس همین نظرسنجی که شده، فقط من این پیداش کنم دوباره براتون بخونم، برام جالبه که با همه این احوال که میگن رضا شاه خیلی خیلی مردم تو ایران هوادار دارن، پادشاهی مشروطه
19% رأی داره. یعنی همین الان بر اساس این نظرسنجی جمهوری اسلامی بیشتر از پادشاهی مشروطه رأی میاره، چون که جمهوری اسلامی 22% و پادشاهی مشروطه 19%. و 34% مردم جمهوری سکولار میخوان. خب اگه 34% ما رو هم 34% حرف بزنیم، ما یک جمهوری سکولار، یعنی نظر مردم دیگه. اگرم بگی نظر مردم اینجوری نیست، به آقای عمار ملکی بر میخوره. خیلی خوب، زود بهشون بر میخوره. خانم دشتی، آیا این بازی هایی که در میارن در خارج کشور، همین ائتلاف هایی که هر از گاهی انجام میدن و میخوان انجام بدن و به قول شما جلو دوربین و مثلا عکس میگیرن، تأثیری داره توی مبارزات مردم ایران و الان به خصوص توی این انقلاب 1401 چه تأثیری داره؟ ببینین، یه موقع هستش که اپوزیسیون هستی، منظورم توی یک چارچوب غیر تنش مثل الان جنگیه توی ایران، خب شاید اون موقع بتونی یک کرسی برای خودت بگیری. اما الان توی این صحنه، یک صحنه جنگ، یک رویارویی بین مردمی از یک طرف و حکومت از یک طرف دیگه، راه باید انتخاب کنی. شما میانه بازی نمیتونی بکنی. یعنی یا باید به مردم بگی که دفاع مشروع و لوجستیکیشو مهیا کنی براش، پشتیبانیشو براش مهیا کنی، یا بری کنار دستش بجنگی. راه سومی نداره، مگر اینکه یه مری پاپینز بیاد یه دفعه خانمه رو ور داره با خودش ببره. شاید هم چی بیاد، دیو چراغ جادو بیاد. اینجوری فکر نمی کنم بشه. خامنه‌ای یعنی سیستم حکومتی اون اینجوری نیست که بره. آمده چند بار اومده اعلام جنگ داده به مردم. من که پیشگو نیستم، ولی با چیزایی که میبینه آدم، مری پاپینزی فکر نمی کنم بیاد به این زودی ها. چون یک مقاله‌ای وال استریت ژورنال دیروز نوشته بود، توی اون مقاله هم نوشته بود که شمخانی، همون حرفی که امیر عبداللهیان زده بود، شمخانی از طریق کانالاشون خبردار شده که آمریکا قصد تغییر رژیم رو نداره. اینه همون حرفی که امیر عبداللهیان زد 2 هفته پیش. بله، گفت خبر به اون رسوندن که آمریکا گفته ما قصد سرنگونی شما نداریم. خب بگم که پس مری پاپینز فعلا گرفته. الان اون نسلی که نمیدونن مری پاپینز کیه، نمیدونن چه کارشون کنم اگه یک جوانی گوش بده. فکر کنم میدونن، چون فیلم جدید ازش ساخته شده و بچه های ایران هم حتما با من موافق هستین خانم دشتی که بسیار سطح آگاهش، حالا اونه که ما توی ویدیوهاشون میبینیم، بچه هایی که کشته شدن رو میگم، سطح آگاهشون خیلی بالاست. یعنی من بعضی هاشون رو که گوش میدم، عمق داناییشون، حالا آگاهیشون، داناییشون و اینکه شناختشون از جامعه خودشون بسیار بسیار بالا هست، برعکس افرادی مثل همین آقای عمار ملکی که اشتباه میکنه. من همیشه میگفتم که کسی رو که توی آتیش میسوزه نمیتونی بری بهش بگی آتیش داغه میسوزونه. اون داره میسوزه، اون میفهمه، اصلا به من احتیاج نداره برای که بفهمه آتیش چجوری میسوزوندش. کار من اینه که بتونم کمکش کنم از تو آتیش نجاتش بدم. میدونید چرا اینو میگم؟ یک بحثایی بود در کنار همین بحث عدم خشونت، بحث آگاهی. مردم آگاهی ندارن. درسته. همون ببینید، دوباره بر میگردم، این به اصطلاح این نخ نبات توی تمام چیزا دیده میشه. مردم آگاهی ندارن، مقصرن، خلایق هرچه لایق، تقصیر نمیدونم عربا هست. تمام این حرفا نهایتش این بودش که تو صاحب سرنوشت خودت نیستی. مردم ناآگاهن، بریم آگاهشون کنیم. چجوری بریم آگاهشون کنیم؟ یک سرکوب مطلق، یک استبداد مطلقه فقیه که اجازه جمع شدن 2 نفر کنار هم نمیداد. تو چجوری اصلا آگاهی یعنی چی؟ یعنی بهش بگی جمهوری اسلامی بده؟ خودش بهتر میدونه بده. من با یکی از آشناهامون داشتم حرف میزدم، خیلی وقت بود با من تماس نمیگرفت، بعد به من زنگ زد، گفتش که من میرم تو تظاهرات شرکت میکنم. من خیلی جا خوردم.
منم نمونه داشتم اینجوری کار. آره من میرم تو تظاهرات شرکت میکنم، فقط میخواستم بهت بگم که احساس میکنم باید برم جون خودم رو سپر بلای جوونا بکنم. بعد ازش پرسیدم که فضای چجوریه، گفت خیلی مردم به هم احترام میذارن، خیلی فضای خوبیه. مثلا الان شهر تو اعتصاب مطلق همون 24 25 26 آبان بود، اعتصاب مطلقه که مثلا مغازه ها ببندن، مثلا یک مغازش خواسته باز کنه ماشین ها از جلوش با بوق مثلا بوق میزنه بهش میگه مثلا باید ببندی با بوق و کسی لجبازی نمی کنه. خلاصه گفت فقط یه چیز رو بهت بگم، این بحث عکس دست جمعی مال خارج از کشوره، تو ایران خبری نیست. گفت حداقل اون چیزی که من دارم از اطراف خودم میبینم، من نمیتونم بگم مثلا همه ایران جوریه. درست. چون این همه ایرانو اما خیلی من مطمئنم که توی زاهدان همچین خبری نیست. من میتونم نوشته بدم که توی کردستان همچین خبری نیست. حالا اگر یک قشر خیلی کمی توی تهران یا یک منطقه اینجوری باشن نمیشه که انکار کرد، ولی توی زاهدانی که ما میبینیم با زاهدان 40 سال پیش با زاهدان 70 سال پیش هیچ تغییری نکرده. دوره شاه همین بود، الان هم همینه، نه آب داشتن نه برق، الان هم درست. الان هم همینجوره. درست درست میگین. دقیقاً همینجوریه. پس اینا نمیتونن منتظر شاهزاده باشن که بیاد نجاتشون بده، چون اونا دیدن. درسته. یه اشاره کردید به عرب ها خانم دشتی، البته من قصدم فقط عرب ها نیست، میخوام ببینم که انقلابی که در جریان هست الان چه تأثیری داره روی منطقه خاورمیانه، و اگه بدونید واکنششون نسبت به اون چه که در ایران میگذره چی هست، و اگر که امیدوارم و خوشبین هستم که انقلاب ما پیروز میشه، اون موقع چه تأثیری خواهد داشت توی خاورمیانه؟ ببینید ایران یک کشور به یاد کیان پیرفلک بگم، یک کشور رنگین کمانیه، اما رنگین کمان روی زمین، نه رنگین کمان توی آسمونا. رنگین کمان قومهای مختلف، زبانهای مختلف، فرهنگهای مختلف، فرهنگهای مختلف و بچه اشتراک زیادی داره. و همینجور که گفتم خدمتتون عرض کردم، بحث 3 انقلابی که توی ایران شده و خواست آزادی الان به طور مشخص بیشتر از قبل حداقل بر ما دیده میشه. طبعا به خاطر گوناگونی که توی ایران هست، انقلاب ایران، چرا میگیم انقلاب؟ به این خاطر که این انقلاب تمامی بنیانهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و هرچی که رژیم جمهوری اسلامی و دوره به اصطلاح سرکوب شاهنشاهی روش سوار بوده، همه اینا رو به هم میریزه. یعنی یک انقلاب اجتماعی بزرگه، میگن انقلاب زنانه، رهبریش به عهده زنان هست، ولی انقلاب زنانه نیست، انقلاب آزادی خواهی هست که تمامی اینا رو به هم میریزه. خب طبعا توی کشوری مثل تأثیرش روی مردم بله، افغانستان برای نمونه، یا پاکستان برای نمونه، یا عراق، یا ترکیه همسایه های نزدیکمون، یا حتی کشورهای شمال ایران مثل قزاقستان، تاجیکستان و کشورهای به صورت جمهوری سابق، تأثیر زیادی خواهد داشت. چون بحث زنا به خاطر هم فرهنگ مرد سالارانه و تفسیر غلطی از یا تفسیر مردانه از اسلام، خب اینا همه کشورها مسلمان هستند، تغییر بزرگی رو خواهد داد. کما اینکه ملی شدن نفت به وسیله مصدق باعث شد که جمال عبدالناصر توی مصر قیام کنه و کانال سوئز رو از دست انگلیس و اینا در بیارن. خب اینا وصل میشه به هم، هیچ چیز نیست. اما من فکر نمی کنم که حاکمان منطقه از این انقلاب خیلی خوشحال باشند، به این علت که پایه هاشون رو در خطر میبینن. یعنی موقعی که ما با یک حکومت هایی که حالا اسم نمیخوام بیارم، فکر نمی کنم من خیلی مهم باشه، همسایه هامون هستن دیگه، حالا ترکیه نمیدونم، عراق، همه اینا دیگه دارم میگم، طالبان نمیدونم، یعنی بازم تفاوتشون کیفی نیست، کمیه هم از نظر شیوه برخورد با زن و اینا، برای مثلا که یک خیلی بهتر از افغانستانه، اما
یعنی سختی برای مردم زندگی کردن. خب درست. طبعا همچین انقلابی، همچین تغییری برای اونا خیلی جالب نیست، اما مردم ازش استقبال میکنن. گفتین چه تأثیری داره؟ من روزنامه یه چیزا چون دنبال میکنم اخبارو، اخبار انقلاب ایران یا این روزای قیام ایران تقریبا در تمامی مطبوعاتی که حداقل من دنبال کردم دیده میشه، چه مطبوعات عرب زبان و مثلا چون تا بخش زیادیش، اما یه خبری که خیلی در تمامی تقریبا مطبوعات انعکاس پیدا کرده بود، اینکه به خونه خمینی توی خمین کوکتل مولوتوف انداخته بودن. من برام خیلی جالبه که کوکتل مولوتوف انداختن یه مشروعیتی گرفته. یعنی خیلی میبینه آدم فیلم ها رو که مردم مثلا قبلا اینجوری نبود. درسته. و همین من فکر میکنم که از دلایل ادامه قیام همون کوکتل مولوتوف هم هست. به هر حال یک مقاومتی هست در مقابل این رژیم ضد بشر. به نظرم تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، چون بحث ایران و بحث زنان بحث روزه دیگه، چون بحث زنان درسته که ماها به عنوان هوادارهای مقاومت با این مسئله خیلی آشنا هستیم. 25 سال پیش مریم رجوی گفتش که ضربه رو به رو به حکومت ولایت فقیه گفت، ضربه رو از اون جایی خواهید خورد که اصلا تصورش هم ندارید، ضربه رو از همین زنان میخورید. یعنی تضاد دوران رو شناخته. ببین یه موقع بهتون گفتم بحث مثلا حنیف که میگه تضاد ما بین با خدا و بی خدا نیست، یک حکومت سکولاره. مریم رجوی هم موقع که میگه ضربه رو از اینجا میخورین، یه قدم میره بالاتر که رهبری با همین زنا هست، این زنا هستن که میتونن آینده ایران رو تضمین کنن. خب یه سازمان پیشروه دیگه، داره در رو میفهمه، تضاد رو میشناسه، انگشت هم میذاره روش، پاش هم وای میسه، باهاش رو میده. یعنی من فکر میکنم این 25 سال چه تهمت ها، چه حرف ها، چه چیزایی به سازمان مجاهدین و به خصوص به زنهای مجاهد گفته نشد. اما حالا اون حرف ها، اون تهمت ها نتونه سازمان مجاهدین رو از میدون به در بکنه. حالا بیان مثلا بخوام بگن پرچم ما این رنگیه، پرچم شما اون رنگیه؟ نه. شیرش کجه شیرش راسته؟ نه، ما اصلا برای مردم هستیم. یعنی من به عنوان هواداره چیز اینو یاد گرفتم، در مقابل مردم سر تزیین فرود آورد، این کمترین کاری است که ما میتونیم بکنیم. برای اونا حاضرم هر کاری بکنم، برای خواسته مردم و به خصوص خواسته سرنگونی و به خصوص اینی که ما به عقب بر نمیگردیم. همون خواستی که مردم دارن، ما با نظر سنجی هم گفت دیگه، ما جمهوری سکولار میخواییم، جدای دین از دولت و برابری، برادری و آزادی، این خواست ما است. این همسایگان ما خانم دشتی اگر که براشون به هر حال هزینه داره دیگه، چون تغییر در ایران همجور که گفتید خب اثرشون میذاره روی کشورهای دیگه و بر مردم منظورم هست، و اونها هم بعدن خواسته هاشون همون میشه که زنان ایران خواستن. مثلا آیا میتونن مثلا جلوگیری کنن از انقلاب مردم ایران؟ کارشکنی بکنن مثلا؟ من فکر میکنم بستگی به، چون یه بحث اقتصادی هم هست دیگه. یعنی شما بکنین که طالبان از نظر اقتصادی، چون باید به هر حال یه هزینه‌ای بپردازه، یه کاری بکنه که بتونه از انقلاب ایران جلوگیری بکنه. ایدئولوژی که خودش میدونه نداره. درست. یعنی اون سرکوبی که داره، پس باید پول بده. خب پولی نداره طالبان. خب کشورهای دیگه دارن مثلا عربستان. خب من میگم که اون کسی که پول داشته باشه، آره، باید پول خرج کنه دیگه. تنها راهی که بتونه جلوی این قیامو بگیره که چارچوب خودش به هم نریزه. من نمیدونم کی میگیره کی میده، ولی موقع که احساس خطر بکنن، من یادم میاد، شما یادتون میاد، حتما همه یادشون رو، شاید یادشون نیاد چون ولی خیلی سال پیش نیست، محمد مرسی رو یادتون میاد؟ بله. انقلاب مصر، بهار عربی، بله، رئیس جمهور مصر. درست. و موقعی که آمد ایران با احمدی نژاد دست نداد و میگفتن خیلی بد با احمدی نژاد برخورد کرده. اون موقع احمدی نژاد رئیس جمهور ایران. بعد از یک مدتی مشخص شد که محمد مرسی اصلا نفر رژیم ایرانه. پیچیدگی‌های خاصی داره. من همونجور که خدمتتون عرض کردم، خط تو باید شناخت.
خط انقلاب، خط مردم، خط سرنگونی و کسی که مقابلش وایساده. بعد افراد زود میتونی توی این طبقه ها جا بدی، اصلا به فردش نیست. شما میبینی که بابا این رژیم هم میتونه استاد دانشگاه با فکول و کراوات و نمیدونم چیزو به استخدام خودش در بیاره، هم یه کسی که بیاد مثلا اینجا تو بازار مثلا چی بهش میگن خرمای ایرانی وارد کنه، یا حتی اون خارجی که نمیدونم به اسم خبرنگار. شما دیدین هفته پیش اصلا واقعا دردناکه، یک مقاله ای این خانم لوئیس هومریش که قبلا خیلی بر علیه سازمان مقاله نوشته بود توی سوز بچه های مجاهدین آره توی فکر کنم دیزایت باشه، مجله دیزایت یک مقاله ای راجع به نیکا شاکرمی نوشته بود. یعنی خب معلوم از رژیم دستور میگیره، وگرنه این کارا کارای انسانی نیست. اون موقع ما حالا میگفتم به مجاهدینی کسی خیلی متوجه نشد، ولی چجور به گفته یه ترونی عدل همین خانم میاد مقاله مینویسه، همونی که سازمان مجاهدین مجبور شد به دادگاه شکایت کنه و توی دادگاه هم باختن اینا، اما میبینی دست فر نمیدارن. زشت کردن چهره انقلاب، دروغ گفتن قبل از همه. من زشت کردن به خاطر به این علت میگم، دروغ گفتن. خب بکنید این کارا رو بکنید، خب معلومه ممکن هست به زبون خیلی حرفا رو بزنن ولی در عمل میبینین که به نفعشون نیست. ارزش‌های انقلابی رو زیر پا گذاشتن و به کسانی که برای اینی که برای مردم هر کاری از دستشون بیاد بکنن برچسب زدن. خب میبینیم دیگه که مثلا بگه شیطان سازی، اوه 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 مجاهدین جای ندارن در ایران، نه جا ندارن که دیگه، خب جا ندارن مردم تعیین میکنن، چون الان بحث جا داشتن و بحث جا نداشتن نیست، بحث یک وظیفه ای هست که آقا در مقابل این دیو بنیادگرایی وظیفه تو چیه، وظیفه من چیه. بحث قدرت که نیست، قدرت رو بعد از سرنگونی صندوقای رای تعیین میکنن، ولی الان بحث سرنگونیه. تو صندوقای رای من نگران نیستم که مجاهدین رای بیارن یا نیارن، اون رأیی که مردم میارن اون حساب میشه. رأی هم نیاوردن میرن فعالیت سیاسی میکنن، دوره بعدی میان. وحی منزل نیست که. اما این رژیمی که تمامی ارزش‌های انسانی بشری همه چیز رو زیر پا گذاشته، او چه کار میکنه با بچه این هستی نارویی 8 سالش بوده، یا نمیدونم مونا نقیب 7 سالش بوده، یا کیان پیرفلک 10 سالش بوده. از این بچه‌هایی که کشته شدن حداقل 20 تاشون زیر 10 سالن. ما همش نمیتونیم بشینیم حرف بزنیم که. من میگم یک روز هر کی بتونه سرنگونی رو محقق کنه بفرما، اما اگر که میخوایم اینو با برچسب زدن، موقعی که خود رضا پهلوی توی آخرین سخنرانیش گفت مردم خودشون رهبرن، مگه نگفت؟ بله. مگه نگفت؟ مگه نگفت که من با کسانی که بخشی از مشکل هستن ما وارد اتحاد نمیشیم؟ درسته. خب اونا که گفته، برید از خودش بپرسید حالا میخواد چی کار کنی؟ نمیدونم این اتحاد با کی، مردم که رهبر نمیخواد، پس بزنید مردم کار خودشون رو بکنن. شما برای چی هی بهتون میگن ائتلاف اتحاد؟ اگر امروز نکنید فردا دیره. چه اتفاقی میفته فردا که امروز نمیفته اگه اینا ائتلاف بکنن؟ 43 ساله نکردن، بگو چه اتفاقی افتاده. نه واقعا چه اتفاقی میفته؟ چی؟ بعدم همه اونا نشستن مثل که از نمیدونم موجودات فضایی، ما خیلی چیزا میدونیم، الان وقتش نیست بگیم. چه وقتشه؟ میخوای رئیس تعیین کنی نه مسئول. شوخی نیست خانم غفاری، رهبری پذیرش مسئولیته. همون اندازه که شیرینی پیروزی زیر دندونات مزه میکنه، طعم شکست هم بچشی. مسئول خون آدمایی هستی که ریخته شده. شوخی نیست این چیزا. میپذیرید؟ کار سختیه. موقع رئیس بشین دستور بدین. من فکر میکنم دومیه. خب دیگه، یعنی اگر اینجوریه مردم زود میفهمن، مردم از این مرحله گذشتن. خب هیچ کس رو درواسی ندارن. این جوانای انقلابی که آدم میبینه، نمیدونم احمد زیدآبادی نوشته بود من اصلا سیاست میخوام برم کنار، همه میگفتن برو خدا حافظ چه چیزی سر نمیگی، تمام کامنت های زیر پستش همین بود. یعنی نگاه میکنه حسین دهباشی میاد یه حرفی میزنه، اه هنوز تو جبهه خامنه ای موندی؟ نمیدونم اون مردم با کسی رو درواسی ندارن. تا اون روزی که
تو خط مردم دوستش دارن، پشتشو کرد هر کی میخواد باشه. بابا داره جون میده، داره انقلاب میکنه، نمیخواد رو درواسی کنه که. دیگه دوره پدر سالاری که نیست که آقا بزرگتر احترامشو بذار. نه، خطه. شما احترام به مردم میذاری؟ به شعور مردم احترام میذاری؟ نه، ما الان نمیتونیم بگیم. چرا نمیتونیم بگیم؟ میگن خب تاکتیکا رو نباید گفت در ملای عام. آره. تاکتیک نیست، تاکتیک یعنی رژیم میفهمه بعد جلو کارشون رو میگیره. نه آخه تاکتیک اینه که شما میخوای بری یه حمله بکنی مثلا به یه پاسگاه بسیج، میگه من نمیام جزئیاتشو. من میگم اوکی، اصلا منم نمیخوام بدونم. من میخوام بگم اون رهبری فردیه یا رهبری نمیدونم جمعیه. شما که برنامه کارتون مشخص نمی‌کنید، مثلا بگی ما برنامه‌مون اینه، فقط میگن ما هستیم، فقط میگن این افراد اسمو میارن ولی نمیگن میخوان چیکار کنن. دقیقاً میفهمم چی میگی. خب منم هم میگم همون عکس دست جمعی میشه. عکس یادگاری دیگه. عکس یادگاری درسته. برای گرفتن عکس یادگاری هم امروز و فردا نداره، فقط یک کمی مثلا آدم پیر نشه. معلوم رو درواسی ندارن دیگه، شوخی نیست. آدم میبینه به هر حال چند نمونه ای که از فیلماشون اومده بیرون، از اونایی که جون خودشون رو دادن یا اونایی که زخمی شدن، همه میدونن برای چی رفتن، برای آزادی دارن میرن. خیلی خیلی قابل تقدیر واقعا. خب بچه های رو درواسی نمیتونه بکنه کسی که بیاد بگه آقا من رعیت شما شاهزاده، من رو ببخشید که نتوانستم، ما شما را نمیدونم از ایران کردیم بیرون. نه خب ما نمیبخشیم، ما از کسی معذرت نمیخوایم. مردم ایران باید فلان، به جای مردم هم حرف میزنه. مردم اصلا یک مقوله شده خانم دشتی، هر کسی هر جا گیر میکنه میگه مردم اینو میخوان، مردم اونو میخوان. من یه گزارش دیدم امروز خانم دشتی از یه رسانه هست، اسمشو نمیگم، یک گزارش تهیه کرده بود از همین انقلاب 1401، مردم زیاد میکرد آخه، و منبع این اخباراش چند تا توییت بود از چند نفر و مرتب این مردم اینو میخوان، مردم به نظر میاد که اینو میخوان، مردم اینو گفتن، و اسنادی که نشون میداد توییت بعضی آدما بود و من واقعا موندم که نه خب اینا روزنامه نگاری رو واقعا مسئولیت داشتن. دقیقاً ببین مشکلی که ما داریم خانم غفاری اینه که به خصوص رسانه‌های فارسی زبان، مثلا توی کانادا یا که شما هستین یا توی سوئد که من هستم، اینجوریه که شما نمیتونی مسئولیت حتی روی اینترنت، مسئولیت چیزایی که انتشار میدی رو داری. شما مثلا اینجا یه نهادی هست اسم نهاد نمیدونم حفاظت، نمیدونم الان ترجمه شو درست نمیتونم بگم، که منافع مشتری یا همچین چیزی. بله. شما میتونی شکایت کنی که این مثلا از نظر چیز، حالا قانون این هستش که حتی اطلاعات شخصی خصوصی همه اینا رو هم باید باشه، اگه کسی تهدید کنه یه کمی حرف بزنه راحت هم به پلیس میگه، خیلی یعنی یک سیستم کنترل درستی داره. رسانه‌های فارسی زبان هیچ کدومشون پاسخگو نیستن، نه قانون کشوری که توش هستن رو دارن که مثلا شما بگی این که این رسانه توی کشور ایکس بر اساس این قوانین، درسته که زبانش زبونه به صورت دو زبان هست یا زبان فارسی هست، ولی مسئول پخش اخباره، در برابر حرفایی که میزنه مسئوله. نه اینا هر چی دلشون خواست میگن، یه مردم هم کنارش میذارن و بعدم به یک منبع موثق تبدیل میشه. کجا گفته؟ اونجا گفته، رادیو فلانی گفته. خب از کجا گفته؟ بعد با خود رادیو هم که تماس میگیری یا با اون نهاد تماس میگیری اصلا جوابتون، یعنی دقیقا همون سیستم فکری دیکتاتوری که توی جمهوری اسلامی بر مطبوعات در مجموع میخوام بگم رسانه های مطبوعاتی ساری و جاری هست، خارج از کشور هم هست، همه باید یه حرف بزنن. میگه خب سیمای آزادی هم همینجوره. میگه خب سیمای آزادی معلوم همینجوره، چون یه رسانه هست که میخواد حرف انقلاب بزنه. نمیگه من بی‌طرفم، میگه من طرف دارم، طرف من اینه، طرف من رژیمه. میگم من میخوام سرنگونت کنم، میگم من کانونای شورشی دارم. میگه رسانه صدای یه مقاومتیه. شما این نمیتونی با اون که میگه بی طرفم مقایسه کنی. به خاطر همین یعنی مخدوش کردن تعاریف، مخدوش کردن. بابا شما که رسانه هستی پاسخگو باید باشی. چرا خبر دروغ پخش میکنی؟
تو تلویزیون های ماهواره ای حتما یادتون از خانم دشتی که خیلی پرطرفدار بود اوایلش. اول برنامه های هر کدوم از این مجریا میزد که نظرات برنامه ساز ربطی به اون شبکه مسئولیت نداره. اصلا مگه میشه یک رسانه حرف بزنه؟ حالا هر چند هر چی میخواد باشه، هر مهم نیست رسانه چیه، ولی کسی که کار سیاسی میکنه مسئول حرف زدنش هست. اگه خبر میدی باید منبع بدی، دروغ که نمیتونی بگی که رژیم دروغ میگه و خبر رو خودش میسازه. اگر خبرساز هستین اون یه حرف دیگه است، ولی اگر انعکاس میخوان بدین اخبار رو باید به قول خودتون بیطرف باشین و منبع داشته باشین. نه خب این میگه بعضی میگویند گفته آره. میشود. خب این که منبع نیست که نه خب دیگه برای اون منبع شما بخوای عکسش رو ثابت کنی میگن تو دیکتاتور هستی. درسته. هم که خدمتتون عرض کردم همون اون چیزی که از تقریبا میتونم بگم از سال 58 راه افتاد رژیم، تا اونجا که تونست نفوذ کرد، تا اونجا که تونست کشت، تا اونجا که تونست خرید، یا زندان انداخت یا خرید یا کشت دیگه. خب نتونست این کارو با سازمان مجاهدین بکنه، یعنی اونایی هم که از سازمان مجاهدین جدا شدن، یه عده‌شون رفتن دنبال زندگی خودشون، یه عده‌شون رفتن توی سیستم رژیم، درست شدن بلنگوی رژیم، درست همون حرفا رو میزنن. یعنی خب میفهمید دیگه، میگه این رژیمه دیگه، این خط ادامه داره. حالا میخوایم نبض انقلاب رو بگیرین بفرمایین، حالا میگم که یه عکس دست جمعی روز و ساعتش هم بنویسین، محلش هم بنویسین بد نیست. بله حتما محلش خیلی مهمه. اگه میشه بگی خیلی برام جالبه. این شمخانه گفته با به اصطلاح کانالای دیپلماتیکی که داشتیم همه رو نمیتونم بگم، بعد این امیر عبداللهیان هم این همین حرف رو زد که میخوان تحریما رو بردارن از طریق کانالای دیپلماتیک و مجاری، نمیدونم فلان داریم صحبت میکنیم، این همین حرف هم بعضی از این به اصطلاح اپوزیسیون ها میزنن. بله. من فکر کنم این مری پاپینز هر دوتاشون رو بازی گرفت. درسته. خانم دشتی خیلی ممنونم که وقت گذاشتید. به همچنین خسته نباشید و امیدوار که نه، مطمئنم که پیروزی مردم ایران این آقایون و خانم ها هم سر عقل خواهند اومد و برای واقعا خانم غفاری یه چیزی بذاریم هر من این اقرار بکنم بفهمید که در تصور هیچ کدوم از ما نمی، یا حداقل من نمی گنجید که این قیام تا امروز ادامه داشته باشه. بله. و برخلاف تصورات ما این قیام داره، من خودم باز میگم پیش میره محکم با استقامت گسترده و حتما حتما با درایت کسانی که لیدر این هستن ما به پیروزی خیلی بزرگی دست خواهیم یافت. حتما که افت و خیز داره، حتما که بالا و پایین داره، اما رو به جلو است و هیچ وقت به عقب بر نمیگرده. حتما همینجوری. روزتون بخیر خانم دشتی. خیلی ممنون از لطف شما.